سلام عرض می خدمت همه دانشجویان برنامه نویسان و دوستان عزیزم خیلی خوشحالم که با یک قسمت دیگه از آموزش پیشرفته برنامه نویسی بلاکچین در خدمت شما هستیم خب ما توی قسمت قبلی پروژه رایگیری رو کامل کرده بودیم و الان رسیدیم به مبحث مربوط به توکن ها توی این جلسه انشالله مفاهیم مربوط به توکن ها رو میگیم و انشالله توی جلسه بعد شروع میکنیم پروژه مربوط به ساخت یک توکن استاندارد رو از صفر تا صد با هم بیزنیم تا هم در واقع روال ساخت یک توکن رو یاد بگیریم و هم با برنامه‌نویسی سالیدیتی بیشتر و بیشتر کار کنیم و به مرحله بسیار بسیار خوب و پیشرفته‌ای برسیم خب بریم سر وقت این من یک پاوری آماده کردم تا در مورد مفاهیم توکن ها صحبت بکنیم و ببینیم اصلا توکن چی هستش و چه کارایی برای ما داره خب قبل از اینکه در مورد توکن ها صحبت بکنیم میخوام در مورد کوین صحبت بکنیم خب خیلی ها اونایی که یه مقداری با محیط بلاک چین و دنیای ارز دیجیتال ناشناتر هستن خیلی براشون سواله که کوین و توکن اصلا چی و چه تفاوت هایی با هم دارن خب کوین یک دارایی دیجیتال هست مثل پولی که ما توی جیب خودمون داریم یک اسکناس ده هزار تومانی به عنوان یک دارایی ما محسوب میشه ولی خب این اسکناس میگن بهش پول کاغذی میگیم دیگه یک دارایی دیجیتال نیست دارایی کاغذی حالا یا هر چیز دیگه ای که اسمش میذاره یا مثلا سکه داشته باشیم نمیدونم یا هر چیز دیگه ای که به عنوان یک دارایی ما در نظر میگیریم ولی کوین یک دارایی دیجیتال هست یعنی چی یعنی به صورت دیجیتال ساخته شده و از سری از الگوریتم های رمزنگاری استفاده شده برای اینکه یه همچین در واقع دارایی ساخته بشه خب کوین ها شبکه بلاکچین متعلق به خودشون رو دارن این یعنی چی یعنی اینکه هر شبکه بلاک برای اینکه بیاد هزینه هایی که مربوط به در واقع تراکنش ها و انجام و عملیات مورد نیاز روی این شبکه هستش رو ساپورت بکنه میاد یک کوینی رو برای خودش معرفی میکنه و میگه که آقا شما که میخواین تراکنش انجام بدین توی شبکه من یا دی اپ اصلا بیارید دپلوی بکنید روی شبکه من باید از طریق کوین من این هزینه رو پرداخت بکنید حالا بزرگترین مثالهایی که میشه روش در واقع صحبت کرد همون بیت کوین هست یا کوین اتر هست که مربوط به شبکه اتریوم هست یا بی ام بی که مربوط به شبکه بایننس سمارت چین هست و ماتیک که مربوط به شبکه پالیگان هست خب اینا تقریبا میشه گفت مهمترین کوین های موجود در بازار هستن که البته سولانا هم میشه بهشون اضافه کرد خب هر کوینی هدف خاصی رو توی در واقع شبکه بلاک چین در واقع دنبال میکنه و حالا ما مثلا گفتیم توی بیت کوین مثلا کوین بیت کوین واسط سوم تو تراکنش های مالی مثلا هدفش این هستش که از بین ببره خب میدونید دیگه ما توی شبکه بلاک چین حالا بیت کوین ما چون داریم روی سالیدیتی صحبت میکنیم و شبکه اتریوم هست توی شبکه اتریوم هم به همین صورت هست که شما تراکنش ها رو به صورت مستقیم از یک شخصی به شخص دیگه یعنی از یک اکانتی به اکانت دیگه انجام میدید و به ازای اون یک در واقع فی به شبکه پرداخت میکنید که این فی شبکه با استفاده از کوین خود اتریوم یا اتر پرداخت میشه توی شبکه بایننس با اسمارت چین هم به همین صورت هست که شما باید بی ام بی پرداخت بکنید برای فی تراکنش پس کوین ها مربوط به یک شبکه بلاک چین هستن. توی شبکه بلاک چین خودشون در واقع تعریف شده هستن و به اون شبکه بلاکچین در واقع تعلق دارن و مصارفی که توی اون شبکه نیاز دارن با استفاده از اون کوین ها پرداخت میشه و استفاده میشه توکن چیه؟ توکن ها شبکه بلاکچین اختصاصی برای خودشون ندارن و مجبور هستن که روی یک شبکه بلاکچین دیگه ای قرار بگیرن حالا ما توکن هایی که می نویسیم چون هر توکنی باید یه سری قوانین مربوط به اون شبکه بلاکچین رو رعایت بکنه اگر اینجوری نباشه خب طبیعتا سنگ روی سنگ بند نمیشه شما باید یک توکنی که می نویسید مثلا برای شبکه اتریوم می نویسید مثلا برای بایننس اسمارت چین نویسید باید اون قوانین و استانداردهایی که اون شبکه داره رو رعایت بکنه. پس چی شد؟ همینجا ما میتونیم به تفاوت کوین و توکن پی ببریم. کوین شبکه بلاکچین اختصاصی به خودش رو داره ولی توکن باید در یک شبکه بلاکچین قرار بگیره یا دپلوی بشه. خب ما در مورد قوانین هم صحبت کردیم که توکن ها باید برای در واقع ایجاد شدن و ساخته شدن این قوانین رو رایت بکنن حالا تعداد توکن ها بسیار بسیار زیاده ما حالا شیبا و دوج کوین مثلا اینجا معرفی کردیم ولی خب تعدادشون بسیار بسیار زیاده هر کسب و کاری که برای خودش یک توکن ایجاد میکنه مثلا شما در آینده برای کسب و کار خودتون یا برای پروژه خودتون توکن ایجاد میکنید ابتدا باید روی یکی از این شبکه های که در واقع خودتون حالا بر اساس شرایط انتخاب کردین اتریوم نمیدونم پالیگان یا بایننس اسمارت یا هر چیز دیگه ای قرار بدید بعد استانداردهای مربوط به اون رو رعایت پیاده سازی یک شبکه بلاکچین طبیعتا نیاز به زمان و هزینه خیلی زیادی داره و یه سری از کوین ها مثل بی, بی اولش توکن بودن خود بی, بی اول یک توکنی بود که روی شبکه اتریوم دپلو شد و بعد که حالا کارشون گرفت و در واقع کارشون اوکی شد یک شبکه بلاکچین اختصاصی بایننس با اسمارت چین بر زدن و توکن خودشون رو تبدیل به کوین کردن و فرستادن روی در واقع شبکه بلاکچین خودشون پس شبکه بلاکچین زدن و ایجاد کردن همچین کار ساده نیست و حتی شرکت های بزرگ هم در واقع این ریسک رو نمی کنن که از همون اول به صورت کوین وارد بازار بشن و طبیعتا اول به صورت توکن وارد بازار خواهند شد اگر کارشون بگیره اگر واقعا به اون حد اهدافی که میخوان رسیده باشن میتونن بیان شبکه بلاکچین اختصاصی خودشونو بزنن و تبدیل به کوین بشن خب ساخت توکن به چه صورت هست؟ خب این سوالی هستش که برای همه ای ما قبل از اینکه اصلا وارد برنامه نویسی بلاک چین بشیم پیش اومده بود که یک توکن که یک دارایی دیجیتال است قرار چجوری ساخته بشه خب ما برنامه نویسا جواب این سوال رو میدونیم قرار با استفاده از زمانهای برنامه نویسی و قراردادهای هوشمند یک توکن ساخته بشه مثل یک توکن انگار شبیه یک دیپ ما یک دیپی رو میسازیم دپلوی می روی در شبکه و ازش استفاده می کنیم. توکن هم یه سری سال سالیدیتی که ما در واقع اونها رو بر اساس استانداردهایی که در واقع خود شبکه اتریوم داره می نویسیم و وارد دپلوی می کنیم در واقع روی شبکه اتریوم قبلا هم گفتیم استاندارد اصلی که برای در واقع ایجاد توکن توی اتریوم وجود داره استاندارد ERC20 هستش خود مفهوم در واقع ERC به معنی اتریوم ریکوست فور کامنت هست که جلوتر در موردش بیشتر صحبت میکنیم پس توکن هایی که قرار روی شبکه اتریوم قرار بگیرند با استفاده از زبان برنامه‌نویسی سالیدیتی نوشته میشم و باید استاندارد اصلی اتریوم رو که برای ایجاد توکن هست و ERC20 ای نام داره رو باید رعایت کنند حالا فقط شب... در شبکه اتریوم نیستش که توکن های روی شبکه اتریوم نیستن که باید این استاندارد رو رعایت کنن هر شبکه بلاکچینی بلاک چینی که ای وی ام بیس باشه ای وی مخفف اتریوم ویرچوال ماشین یعنی ماشین های مجازی اتریوم رو در واقع ساپورت میکنه میتونه از استاندارد ای 20 استفاده کنه و روی شبکه خودش این در واقع توکن رو دپلوی بکنه خب توکن ها های زیادی دارن ما چندین مورد از این توکن ها رو معرفی میکنیم مثلا توکن های کاربردی هستن این توکن های خدمات خاصی رو در واقع ارائه میدن برای مثال ما توکن وتور یا وسور رو مثال زنیم که روی در واقع شبکه ویچین داره فعالیت میکنه و به عنوان کارمز و سوخت شبکه مثلا ازش استفاده میشه و حال کاربرد های زیادی داره توکن ها و ما قبل از اینکه اصلا وارد دنیای در واقع کریپتو بشیم و اصلا بدونیم توکن چیه یا دنیای کریپتو چی هستش ما توکن ها رو به صورت مثلا ژتون ها و بلیت های مثلا سینما یا اینجور چیزها داشتیم دیدیم مثلا شما اگه توی دانشگاه باشید بوده باشید و خواستید مثلا از سنف غذا استفاده بکنید یه سری ژتون هایی رو مثلا به صورت هفتگی یا مثلا روز قبل خرید میکردید و با اون جتون ها غذای خودتون رو دریافت میکردید این جتون ها همین نماد توکن رو دارن انگار به عنوان دارایی شما هستن که فقط توی همون سنف دانشگاه مورد استفاده قرار میگیرن توکن ها هم دقیقا همین مستاخ رو دارن توکن های بعدی که وجود داره توکن امنیتی از این توکن ها بهشون توکن های اوراق بهادار هم گفته میشن و به عنوان حق مالکیت فرد برای یک حالا دارایی دیجیتالی غیر دیجیتالی مورد استفاده میگیره که مثالش ما به عنوان مثلا سهام شرکت زدیم که توکن هایی هستن که به عنوان شرکت در اختیار شخص قرار میگیره و انقدر معتبر هستن که اینها نشه پیشوندش و در واقع شخص دیگه بیاد صاحب اونا بشه توکن بعدی توکن های معاملاتی هستن یا استیبل کوین استیبل کوین ها به گوشتون خورده توکن هایی هستن که قیمتشون ثابت هستش و برابر با دلار هستن حالا ما استیبل کوین های معروفی که داریم مثلا تتر هست که روی شبکه اتریوم هست یا بی از هست که روی شبکه بایننس اسمارت چین هستش اینها بهشون میگن توکن های معاملاتی یا استیبل کوین که باهاشون خیلی راحت میشه خرید فروش انجام داد چرا چون قیمتشون اصلا جابجا جا نمیشه همیشه مثلا تتر یک دلار هست هیچ وقت قیمتش بالا و پایین نمیره یا بی به هم صورت توکن های بعدی توکن های حاکمیتی هستش که حالا بهش گاورننس توکن هم میگن این توکن ها در جهت مشارکت حالا روی شبکه ازش استفاده میشه یا برای اون در واقع پروژه‌ای که شما توکنشو خریدید به عنوان توکن حاکمیتی است که شما میتونید توی اون در واقع شبکه یا اون پروژه‌ای که در واقع توکن گاورنس توکنش رو خریداری کردید در واقع حق مشارکت دارید حق رأی دارید و اصلا میتونید در موردش در واقع اظهار نظر بکنید حالا ما اینجا مثلا مثالی رو در مورد کامپ زدیم که دو بستر اتریوم هست و امکان در واقع وامدهی رو برای کاربرا فراهم بکن. خب توکن ها دو نوعن مثلی و غیر مثلی توکن های مثلی توکن هایی هستن یا توکن های تعویض پذیر فانجیبل حالا اگر من تلفظ روش میگم وسطخالی میکنم این توکن ها توکن های قابل تعویض هستن یعنی چی یعنی یک توکن مثلی برابر است با یک توکن مثلی دیگه بذارید یک مثال دیگه بزنم مثلا شما اگر یک 10000 تومانی توی دستتون داشته باشید و یک شخص یک 10000 تومانی دیگه توی دستش داشته باشه شما خیلی راحت میتونید اینا رو جابجا بکنید با هم عوضش بکنید بدون اینکه ارزش این پول کم بشه توکن های مثلی به همین صورت هستن مثلا یک بیت کوین ارزشش نمیدونم 40000 دلاره شما این بیت کوین رو بدید به رفیقتون رفیقتون یه بیت کوین دیگه بهتون بده اونم ارزشش 40000 دلاره یعنی هیچ فرقی نمیکنه به این توکن ها میگن توکن های مثلی که تعویض پذیرن اما توکن های غیر مثلی توکن هایی هستن یا نان فانجیبل توکن هایی هستن که قابل تعویض ندارن که خب معروف ترین اونها NFT ها هستن که ما توی جلسات بعدی در موردش صحبت بکنیم NFT ها هم که میدونید یک NFT با NFT دیگه کاملا متفاوت هست ممکنه قیمتش فرق کنه ممکنه کارایش فرق کنه و عملا قابلیت تعویز بین دوتا NFT وجود نداره به اینها میگن توکن های غیر مثلی پس توکن های مثلی توکن هایی شدن که قابلیت تعویز پذیری دارن دوتاشون یک ارزش دارن میشه کاملا با جابجا کرد بیت کوین اتریوم نمیدونم BNB همه اینها به همین ای صورت هستن و توکن های غیر مثل NFT ها قابل تعویض پذیر ندارن یعنی دو تا از اینها ممکنه ارزش های متفاوتی رو داشته باشه خب کاربرد کوین ها چیه کوین ها رو میشه به عنوان انتقال پول ازشون استفاده کرد کوین یک دارایی محسوب میشه یک دارایی قابل ارزشه مثلا مثل طلا در واقع دارایی هست که ما تو بخش با در سرمایه دارایی صحبت کردیم به عنوان سرمایه دارایی هم در نظر گرفته پس یه بحث انتقال پولی داریم که به عنوان یک ارزش در نظر گرفته میشه یه بحث سرمایه دارایی داریم که کوین ها به عنوان یک سرمایه دارایی برای شخص محسوب میشن مثل طلا نکته که وجود داره ما با توکن میتونیم یه دونه کوین رو خریداری بکنیم اما برعکس این کار امکان پذیر نیستش کوین ها میگه به طور مستقل در واقع کار میکنه ولی توکن ها فقط مربوط به یک پروژه خاص هستن خب این مفهوم ما خیلی در واقع شنیدیم توکن هایی که مربوط به یک پروژه هستن حالا مثلا مربوط ترین که الان رو مرسیم مثلا پروژه های گیم بلاکچینی هستن حالا فکر میکنم کم و بیش باش سر کار داشته باشید یه گیمی میاد یک توکنی رو معرفی میکنه میگه آقا این توکن من هستش اون توکن برای استفاده کردن فقط توی همون پروژه قابلیت استفاده شما میتونید ببرید توی صرافی بفروشیدش جابجا کنید ارزش داره ولی برای استفاده کردن توکن فقط مربوط به همون پروژه است شما توی همون مثلا گیم فقط میتونید از اون در واقع توکن استفاده بکنید ولی خب کوین ها به طور مستقل عمل میکنن و تفاوت یکی دیگه تفاوت های بین کوین و توکن همین خب استاندار ساخت توکن که خب از اول ویدیو تا حالا خیلی در موردش صحبت کردیم که هر توکنی اگه قرار باشه روی یک شبکه بلاکچین قرار بگیره باید یه سری استانداردها رو یه سری قوانین رو باید رایت بکنه حالا هدفش چیه اینکه توکن هایی که توی یک شبکه قرار میگیرن برای اون خدماتی که شبکه میده در واقع سازگار باشن مثلا شما میخواین یک صرافی غیر متمرکز روی اتریوم مثلا یونی رو این توکن خودتون رو بذارید، اونجا لیست بکنید و تبادل بکنید، اکسچنجش بکنید. خب اگر این توکن شما از قوانین و استانداردهای مربوط به در واقع شبکه اتریوم پشتیبانی نکنه، آیا این صرافی قادر خواهد بود اصلا توکن شما رو جابجا جا بکنه؟ نه، چون اصلا به توابش دسترسی نیست، اصلا توابش رو نمیشناسه درست شد؟ ERC هم که من گفتم مخفف اتریوم ریکوست فور کامنت هستش که در واقع ERC20 استاندارد مربوط به توکن هست. ای آر سی 721 هم داریم مربوط به در واقع NFT هاست که جلسات بعد صحبت میکنیم دو تا استاندارد دیگه هم جدید هستش که سر فرصت ما در موردشون صحبت میکنیم چیزی که مد نظر ما هست اینجا استاندارد ای 20 هستش که در واقع ما میخوایم توی این جلسه یه ای سری از توابع مربوط به این استاندارد ERC20 ای رو مورد بررسی قرار بدیم.